بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آیت الله سید احمد اشکوری از عالمان دینی شهر مقدس قم طی حضور در بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در این شهر با معظم الله دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در رابطه با فعالیت‌های علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه و همچنین لزوم تبلیغ صحیح معارف دینی در عصر حاضر گفتگو کردند. اعضای کاروان زیارتی مرکز الصدیقه فاطمه سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر بغداد در بیت مرجعیت در شهر مقدس قم حضور یافتند. اعضای این کاروان پس از دیدار با آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در نشست علمی اساتید و فضلای حوزه علمیه قم با معظم الله شرکت کردند و سپس با شعرخوانی و مدیح سرایی اعیاد شعبانی را گرامی داشتند. اعضای این کاروان زیارتی در ادامه با آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجع عالی قدر نیز دیدار نمودند. و خبری از قاره آفریقا، نیروی دریایی مراکش روز یک شنبه 29 بهمن 141 پناهجوی آفریقایی سوار بر قایق را که در حال حرکت از موریتانی به سوی جزایر قناری بودند نجات داد. بر اساس آمارهای وزارت کشور اسپانیا، شمار پناهجویانی که از آفریقا به جزایر قناری می روند امسال 7 برابر شده است. این پناهجویان از این جزایر متعلق به اسپانیا به کشورهای اروپایی می روند. بر اساس آمار رسمی، نیروی دریایی مراکش در سال 2023 16818 پناهجو را در دریا نجات داد که 35% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.